سلام خدمت شما بینندگان عزیز. شما شاهد برنامه گفتگو در تلویزیون کانال جدید هستید. هفت‌تپه به صف در هم ریخته حکومت. همونجوری که شما میدونید حکمای سنگینی به فعالین هفت‌تپه مثل اسماعیل بخشی دادند. 14 سال حکم داده بودند و به سپیده قلیان 18 سال حکم داده بودند و به فعالین دیگر حامیان هفت‌تپه حکمای سنگینی 18 سال، 17 سال، 19 سال. اصلا میخواستن تصویری بدن که هر کس در جامعه ایران احتسابی میکنه با این احکام سنگین روبرو میشه. اما یک روز بعد رئیس قوه قضاییه اعلام کرده این احکام سنگینه، این تناسب ندارن این احکام، و حتی در صفوف خود حکومت در مجلس اسلامی هم چنین عکس العملی نشون دادن به سنگین بودن این به اصطلاح احکام. ما همین تقوایی رو داریم و میخوایم نظر ایشون رو در رابطه با همین رویداد بپرسیم. خوش اومدید همین تقوایی به برنامه گفتگو. تشکر میکنم. همین تقوایی، این اولین بار اولا نیست که چنین احکام سنگینی رو جمهوری اسلامی به فعالین جنبش های اعتراضی داده و فعالین جنبش کارگری، ولی اولین باره که جمهوری اسلامی در رأس حکومت اسلامی میان میگن که این احکام سنگینه، یعنی چی؟ تناسب نداره. رئیس قوه قضاییه این حرفو زده و حتی در مجلس اسلامی. دلیلش چیه؟ بفرمایید. خب علتش این هست که جمهوری اسلامی دیگه اون موقعیت گذشته رو کاملا از دست داده. کارگران مشخصا و توده مردم معترض این فرصت از حکومت گرفتن که بخواد با یک چنین احکام شداد و غلاظی جامعه رو مرعوب کنه و پای احکامش هم بیسته. حکومت دیگه قادر به ارعاب جامعه نیست، نه تنها نیست، بلکه هر حرکتی که علیه کارگران، علیه زندانیان سیاسی و غیر انجام میده به عکس خودش فوری تبدیل میشه و هراس حکومت از همین هست. اینها به دست و پا افتادن به این خاطر که میدونن چه این احکامی با اعتراضات وسیع کارگران، مردم معترض، جوانان، زنان و غیره روبرو خواهد شد و در مدیای اجتماعی این حرکت شروع شد. به محض اینکه چنین احکامی اعلام شد یک موج گسترده اعتراض شکل گرفت و حکومتی ها رو به دست و پا انداخت. اینا میدونن این هر حرکت اینطور میتونه به یک اعتراض عمومی وسیع رادیکال تبدیل بشه که تیشه به ریشه جمهوری اسلامی بزنه. به نظر موقعیت حکومت چیزی شبیه موقعیت حکومت شاه در سال 56 هست. اون موقع هم حکومت شاه احکام شداد و غلاظی علیه هر کسی که دستگیر میکرد اعلام میکرد، ولی یک سال خورده بیشتر نگذشت که همه زندان سیاسی آزاد شدن به قدرت اعتراضات مردم و تمام اونها نقش براب شد. حکومت هم به نظر من در یک چنین موقعیتی قرار گرفت. بله، خود هفت‌تپه جایگاه احتساب طولانی مدت در اونجا و ویژگی های هفت‌تپه رو شما میتونید برامون بگید و ببینیم اصلا هفت‌تپه چی بود و تاثیرش در از مدت توی وضعیت جامعه چه بود؟ بفرمایید. به نظر من هم احتساب هفت‌تپه یک نقطه عطفی بود در جنبش کارگری و کلن جنبش عمومی برای سرنگونی حکومت، و همین محاکمه داره تبدیل میشه به یک نقطه عطف دیگری برای اینکه یک بار دیگه جنبش کارگری گام‌های بلندی به جلو برداره در پیشاپیش صفوف مردم. ببینید اعتصاب هفت‌تپه شکلی به خود گرفت که جامعه رو با خودش همراه کرد، چه در سطح مشخص در خود هفت‌تپه و شوش وقتی مردم به حمایت از کارگران هفت‌تپه به خیابون اومدن، وقتی خانواده‌های کارگری دخیل شدن و وقتی کل شهر بلند شد در دفاع از کارگران هفت‌تپه، چه تو سطح اجتماعی وقتی شعار اداره شورایی رو بخشی مطرح کرد با استقبال جنبش دانشجویی، با استقبال معلمان، بازنشستگان، بخش‌های مختلف اعتراضی در جامعه روبرو شد و تبدیل شد به یک گفتمان عمومی. اداره شورایی به این معنا که کارگران باید خودشون در دست بگیرن امور جامعه رو و کل مردم باید در دست بگیرن و جامعه باید شورایی اداره بشه. این شعار و این خواست و این اعتصاب دیگه به اصطلاح محدود به جنبش کارگری نماند، بلکه تبدیل شد به یک به اصطلاح سمبولی، به یک
خاصی، به یک آرمانی، به یک حرکتی که جنبه سراسری پیدا کرد و کل جامعه رو با خودش همراه کرد. به این معنا هفت‌تپه تبدیل شد به یک پرچمی از طرف نه فقط کارگران، بلکه توده مردم، اونهایی که امروز بهشون میگن 99%، مردمی که از این حاکمیت یک مش انگل مفخور آیت الله میلیاردر و اعوان انصارشون و غیره به تنگ اومدن و میخوان اونها رو به زیر بکشن. هفت تپه سمبل این نماد و سمبل این جنبش شد و به این معنا جنبش کارگری در رأس جنبش سرنگونی قرار گرفت. خب به نظران اون چه امروز میبینیم بعد از محاکمه هفت تپه ادامه اون حرکتی است که ما در طی اعتصاب هفت تپه دیدیم، یعنی استیصال حکومت، ترس و روبشون از پیشروی این مبارزه و این به هم ریختگی صفوفشون هم در اون دوره بود هم در این دوره همین رو مشاهده میکنیم. این رو باید امتداد اون حرکت دونست و یک گام بلندی به جلو از جانب جنبش کارگری در رأس حرکت مردم برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی. هفت‌تپه ویژگیش چجوری شد؟ نقش رهبرانش رو اگه بخوایم بررسی کنیم، کسایی که جلودار بودن، کسایی که مردم متحد کردن، کسایی که این حرفا رو زدن، چه ویژگی هایی داشتن، چه کاری هایی کردن که دیگر اعتصابات جنبش کارگری به اونا کمتر پرداختن؟ ویژگی هفت تپه رو از این زاویه اگه بتونید توضیح بدید بفرمایید. چند تا خصوصیت اساسی داشت. یکی این که هفت تپه همونطور که گفتم خانواده های کارگری و کل شهر رو به حرکت درآورد در حمایت از خودش، تبدیل شد نه تنها یک اعتصاب در چارچوبه کارخانه یا اون مثلا نیشکر هفت تپه، بلکه تبدیل شد به یک حرکت، به تظاهرات، به مارش، به اعتراض خیابانی در کل شهر. امام جمعه رو به چالش کشید و مقامات حکومتی ناگزیر شدن بیان در رابطه با هفت تپه صحبت کنن، کوتاه بیان خط و نشون بکشن. در هر حال هفت تپه باعث شد حکومت خودش رو ناگزیر ببینه بیاد به اون جواب بده، چون میدونست که یک به اصطلاح حمایت عمومی هفت تپه برانگیخته. نکته بعد این بود که در اعتصاب هفت تپه کارگران اومدن و خیلی رادیکال از زبان نمایندهشون که اسماعیل بخشی بود کل سیستم به اصطلاح حکومت، مدیریت کارخانه و کلا این قدرت به اصطلاح دولت موافق مردم رو عملا به زیر سوال بردن. وقتی مطرح شد که اداره شورایی، معنیش این است که ما دیگه آقا والا سر نمیخوایم. اینو مستقیما تو صحبتاشون گفتن، ما مدیری نمیخوایم از بالای سر برای ما تعیین کنن، ما نمیخوایم دیگه زمام امور کارخانه رو به دست بخش دولتی یا خصوصی یا هر کسی از بالا بدیم، میخوایم خودمون در دست بگیریم و خودمون اداره کنیم. این اداره شورایی در واقع زمینه داره در جامعه ایران. انقلاب 57 با شعار شوراها آزادی رو تعریف کرد و کل توده مردم، در کارگران در رأس بقیه مردم، خواهان اداره شورایی بودن، خواهان شوراها بودن و جنبش شورایی به این معنا مهر خودش رو در اون جامعه بر جنبش کارگری و بر مثلا مبارزات توده‌ای برای تعیین تکلیف با آقا بالا سرها به اصطلاح با حکومت بالا سر کوبید. جنبش اعتصاب هفت تپه این شعار رو دوباره مطرح کرد و روی میز گذاشت و تبدیل کرد به یک گفتمان عمومی در جامعه. این هم یک خصوصیت دیگه هفت تپه بود که اون رو کاملا متمایز میکنه از برآمدهای دیگه جنبش کارگری. خیلی کوتاه اگه بخوام بگید، آیا این نوع نگاه به اعتصاب در یک کارخونه و در یک شهر آیا تصادفی بود که این رهبران، این شخصیت ها به این سمت رفتن و تونستن چنین تأثیر سراسری بگذارن؟ به هیچ وجه تصادفی نبود. ببینید تمام این قضیه بر متن یک جنبشی شکل گرفت که از 96 مشخصا در دور اخیرش به میدون اومد با شعار جمهوری اسلامی نمیخوایم، با شعار اینکه دیگه تمام ماجرا، حتی به تمام جناح‌های حکومتی. این جنبش رو درست دوره خیزشش تمام شد و بعد از یکی دو ماه فرو نشست اون حالت برآمد اولیش، ولی به هیچ وجه تمام نشد، بلکه ادامه پیدا کرد، عمیق‌تر شد، رادیکال‌تر شد. به خصوص جنبش کارگری که خودش نقش زیادی داشت در شکل‌گیری خیزش دی ماه 96 در عرصه‌های مختلفی مبارزات رو ادامه داد
ما با اعتصاب های سراسری مثلا از جانب معلمان، از جانب بازنشستگان، از جانب کارگران راهن، از جانب تظاهرات خیابانی، از جانب هپکو که همین امروز هم دوباره ادامه داره و کارگران آذرآو هم بهش پیوستن و مدام حلقه های مختلف از مبارزات کارگران روبرو بودیم. هفت‌تپه و نبرد اهواز دو نقطه اوج این حرکت بودند. بر این زمینه هست که مطرح میکنه جنبش کارگری اداره شورایی. این صرفا یک شعار صنفی کارگری نیست، بلکه یک شعاری است که داره آینده و افقی و جلوی جامعه میذاره. به این معنا که داره اعلام میکنه باید زد زیر قدرت مافوق مردم و امور را باید خود مردم در تشکلهای شورایی در دست بگیره. ربط جنبش اعتراضی هفت تپه، اعتصابات هفت تپه و همون جوری که شما به مسئله لوله‌سازی اهواز اشاره کردید، به جنبش سرنگونی سراسری چیه؟ چه ربطی داره؟ به نظر من الان جنبش کارگری نشون داده که در رأس این جنبش قرار گرفته. هفت تپه و کلن اعتصابات کارگری که علیه فقر هست، علیه استثمار هست، علیه بیکاری، تورم، گرانی هست و امروز باید گفت علیه سیستم قضایی هست. یک جنبه مهم هفت تپه این هست که چالش میکشید کل سیستم قضایی رو، نه فقط امروز با این دادگاه ها، بلکه قبلا وقتی که اسماعیل بخشی اومد افشاگری کرد از شکنجه هایی که شده و به مناظره دعوت کرد، وقتی سپیده قلیان این حرکت رو ادامه داد، جنبش کارگری شد پرچمدار مبارزه علیه کل سیستم قضایی و این حرف دل همه مردم، تمام کسانی که عزیزانشون رو جمهوری اسلامی به قتل رسونده، اعدام کرده، ترور کرده، تمام کسانی که عزیزانشون به زندان های طویل مدت به جرم های پوچ امنیتی و پرونده سازی های امنیتی دچار شدن غیره غیره، همه اینها نماینده خودشون رو در بخشی و در اعتصاب هفت تپه پیدا کردن. به این معنا میخوام بگم جنبش کارگری پرچمدار جنبش سرنگونی شد علیه دستگاه، مشخصا دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی که بهش میگن سیستم قضایی اسلامی و کل این حکومت وقتی که اداره شورای مطرح کرد. بنابراین اون چیزی که هفت تپه اعلام میکنه به نظر من در صفوف، در صف پی، در پیشاپیش صفوف جنبش سرنگونی هست و به این معنا فکر میکنم که حرف دل توده از مردم رو مطرح میکنه علیه جمهوری اسلامی. بذار اینجوری بگم، یادمونه یه روزی بعد از پایان به اصطلاح دولت اصلاحات که خاتمی بود، احمدی نژاد آورده بودن و شعارشون هم این بود اومده بزنه و سال 60 دیگری رو برقرار کنه. این دوره هم همین حرف در رابطه با رئیسی زده بودن. یکی از شخصیت های که در رابطه با مسئله اعدام های سال 67 مطرح بود رو آورده بودن، هیئت مرگ رو آورده بودن و گفته بودن اومده بزنه و عقب بنشونه. چی شد که به این حال روز افتادن و به قول معروف به روغن سوزی افتادن در رابطه با همین احکام؟ بفرمایید. همونطور که گفتم اون موقعیت رو ندارن. این رو میتونید با موقعیت تیمسار ازهاری مقایسه کنید که اووردن که حکومت نظامی را بندازه و بزنه بکوبه و مردم عرض یک هفته سکه یه پولش کردن، هیچ کاری نتونست بکنه، هیچ غلطی نتونست بکنه. الان هم همینطوره. یک کسی که عضو کمیته مرگ بوده و یکی از خونخوارترین مقامات حکومت هست و دستش در خون هزاران نفر آلوده است، به خون هزاران نفر آلوده است، این رو اووردن که به اصطلاح خط و نشانی بکشن و بگن که قوه قضاییه با شدت و حدت عمل خواهد کرد و غیره. چین احکامی هم دادن، احکام 18 سال و 19 سال و 14 سال و شلاق و غیره، ولی به سرعت معلوم شد اون دوره گذشته و این تبدیل شد به یک مسخره، به یک به اصطلاح مترسکی که خود حکومتی ها دارن اتوریتش رو زیر سوال میبرن، از جانب خودشون به چالش کشیده شد، صفوفشون به هم ریخته است به خاطر اینکه قدرت جنبش کارگری و قدرت اعتراضات مردم اونقدر هست که اون تعادل قوای قبلی رو کاملا به هم زده. یک نکته هم اضافه بدید اینجا بگم که یک ویژگی این حرکت هست، چه در اون دوره‌ای که اعتصاب هفت تپه بود، چه در طی این محاکمات. در دوره اعتصاب هفت تپه بعد از دستگیری‌ها شاهد بودیم که مقامات حکومتی اومدن از رابطه هفت تپه و گروه ملی اهواز با کمونیست‌ها صحبت کردن، اسم کمونیست کارگری آوردن و گفتن این حزب گسترش اعتراضات
و مستندسازی کردن علیه کمونیستا که به سرعت با شعار شکنجه مستند دیگر اثر ندارد از جانب مردم روبرو شد. در اون موقع اون مستندشون هم تبدیل شد به یک مضحکه‌ای علیه خودشون. امروز هم در جریان محاکمات باز اومدن اعلام کردن که این بار گفتن گروهک کمونیسم کارگری رابطه، اینا با گروهک کمونیسم کارگری رابطه داشتن، رسانه حکومتی این رو گفتن. و خب این که وقتی به کسی به حزب کمونیسم کارگری میگه گروهک، داره خودش رو مسخره میکنه. این باعث فقط به اصطلاح بی‌آبرو و بی‌اعتباری بیشتر خودشون خواهد شد، ولی اهمیتش این است که باز دوباره دارن کمونیست کارگری رو مطرح میکنن. این یک واقعیت رو نشون میده. هر جا جنبش کارگری سر بلند میکنه و در مقابل حکومت میسته، شبح کمونیسم و نقش کمونیسم و مشخصا تو این شرایط امروز حزب کمونیست کارگری حکومت رو دوچاره عذاب میکنه، ناگزیره بیاد اعتراف کنه و به نظر خودش به این ترتیب بیاد به اصطلاح پرونده کارگران رو سنگین کنه، ولی به عکس خودش تبدیل میشه. این نشون میده که واقعا چطور جنبش کمونیستی و مشخصا حزب کمونیست کارگری تونسته کل این حکومت رو به چالش بکشه و حکومت ناگزیره از زبان مقاماتش بی جا و با جا هر بهانه‌ای بیاد کمونیست ها رو محکوم کنه. به نظرم به این معنا هفت‌تپه و پیشروی های جنبش کارگری با خودش اعتبار و محبوبیت و نفوذ کمونیست هم در جامعه اشاعه میده و گسترش میده. بله، یک ویژگی دیگه هم اینه که شخصیت هایی که به عنوان فعالین یا رهبران جنبش کارگری معروف بودن الان پیام هایی میدن، از جمله پیامی که جدیدن جعفر عظیم‌زاده از زندان داده. شما جایگاه شخصیت های جنبش کارگری و فعالیتشون حتی از داخل زندان رو چطوری ارزیابی میکنید؟ این هم یک واقعیت خیلی جالبی هست در مورد جامعه ایران، به این معنا که زندانی کردن فعالین به هیچ وجه مبارزه‌ها رو تمام نمیکنه، بلکه مبارزه‌ها رو در سطح دیگه میبره. از زندان ها ما همیشه شاهد اعتراضات و بیانیه‌های بودیم. در همین مورد جعفر عظیم‌زاده از قبل از اینکه این احکام طولانی اعلام بشه علیه این محاکمات یک کیفرخواست خیلی رادیکال و روشن و کوبنده از زندان صادر کرد که در مدیاهای اجتماعی پخش شد و حکومت رو محکوم کرد به خاطر این محاکمات به اصطلاح جنایتکارانش علیه پیشران رهبران کارگری. جعفر عظیم‌زاده کسی بود که چند سال قبل در اول ماه می، اگه به یاد داشته باشید، علیه کل پرونده سازی های امنیتی یک دادخواستی از زندان ها مطرح کرد که در جامعه تأثیرات زیادی داشت. از همون موقع گفت که اینهایی که میگن برای علیه امنیت پرونده سازی امنیتی میکنن کارگران، در واقع امنیت مفقران سرمایه دار رو دارن پاسداری میکنن، امنیت اونها به خطر میفته نه امنیت جامعه. این اون به اصطلاح یک حکم عمیق و رادیکالی بود که از درون زندان باز از طرف جعفر عظیم‌زاده مطرح شد و این بار هم همینطور. و چهرهای جنبش کارگری مثل اسماعیل بخشی، مثل جعفر عظیم‌زاده و بسیاری دیگر از فعالان جنبش کارگری الان چهرهای محبوب در میان مردم هستند، دقیقا به خاطر همین نوع اطلاعیه ها، بیانیه ها، همین به چالش کشیدن های کل حکومت از جانب طبقه کارگر و از جانب توده مردمی که میخوان دیگه سر به تن این حکومت نباشه. این هم یک واقعیت خیلی شورانگیز و مهم در شرایط سیاسی ایران هست. آخرین سوال، حمید تقوایی، کل جنبش های اعتراضی به در رأس اونها جنبش طبقه کارگر، جنبش کارگری، چطور میتونن اون گام آخر به ضربه آخر برای تغییر بنیادی این اوضاع بردارن؟ بفرمایید. ببینید، به نظر من حضور جنبش کارگری در سیاست، در عرصه سیاست، در جنبش سرنگونی نهایتاً به وسیله حزب طبقات کارگر نمایندگی میشه. تحذف و اهمیت نقش حزب برای به چالش کشیدن حکومت، برای اینکه در واقع پرچم طبقه کارگر برای رهایی کل جامعه رو بلند کنه، مطلقاً حیاتیه. طبقه کارگر به حزب خودش احتیاج داره برای اینکه بتونه جامعه رو آزاد کنه از شر حکومت سرمایه‌داری، حالا یا به شکل اسلامی هست یا به هر شکل دیگه. جامعه ایران با یکی از وحشی‌ترین، خونخوارترین حکومت‌های سرمایه‌داری که دنیا به خودش دیده روبرو هست و این حکومت میتونه و بعد آخرین حکومت سرمایه‌داری در ایران هم باشه. این پرچم این حرکت،
پرچم این انقلابی علیه کل این وضعیت، علیه کل نظام موجود در دست طبقه کارگر و در دست حزب طبقاتی طبقه کارگر هست که ما امروز اون رو در هیئت حزب کمونیست کارگری میبینیم. این به سام منصوب کردن های این حرکت های کارگری، این اعتراضات به حزب کمونیست کارگری، این زمینه و به سام بیانگر یک حقیقتی است که زمینه های سیاسی و عینی در جامعه داره. این فقط به این خاطر نیست که جمهوری اسلامی داره پرونده سازی میکنه. خب تا قبل از اینها پرونده سازی ها فرض کنید به منافقین مربوط میکرد و یا برای نیروی دیگه. امروز خودش رو ناگزیر میبینه در مقابل کمونیست ها به اصطلاح خودش رو صفوف خودش رو تلاش کنه و منسجم کنه در برابر کمونیست ها. این یک واقعیت رو نشون میده. اون هم این هست که طبقه کارگر به نظر من با قدرت در سیاست حضور داره، در جنبش سرنگونی حضور داره و حزب ما داره این رو نمایندگی میکنه. من فکر میکنم که انقلابی که در ایران شکل میگیره یک انقلاب جامع و عمیق و ریشه‌ای سوسیالیستی هست، نه تنها علیه حکومت اسلامی سرمایه‌داری بلکه علیه هر نوع دولت و نظام طبقاتی مافوق مردم. شعار اداره شورایی به نظر من این حقیقت رو داره به روشنی بیان میکنه. همین تقوایی، ممنون که در گفتگوی ما شرکت کردید. من هم تشکر میکنم. بینندگان عزیز، برنامه گفتگوی ما رو شما دیدید در رابطه با هفت تپه و صف در هم ریخته حکومت. براتون بهترین ها رو آرزو دارم.